جالبه بدونید بعضی از جاذبه ها نشون دادن که سنگ روی سنگ بنا میشه. صخره های متعادل دقیقا نوع خاصی از شکلگیری های جغرافیایی تخت سنگ ها هستند. این تخت سنگ ها معمولا در اندازه های بزرگ و عظیمی هستند که روی صخره های دیگه‌ای به طرزی باور نکردنی قرار گرفتند. در واقع برخلاف این که ما با دیدن اونها فکر میکنیم هر آن روی زمین میافتند، تعادلشون رو به شکل عجیبی حفظ خواهند کرد. در این برنامه صخره های معروف دنیا رو با هم خواهیم دید. با ما همراه باشید. یک، صخره های متعادل یوتا. یکی از اصلی ترین دیدنی های پارک ملی آرکز که در یوتا ی آمریکا قرار گرفته است، صخره های تعادله که در 9 مایلی ورودی پارک هستند. ارتفاع این صخره ها حدود 39 متر است که حدوداً 16 متر اونها رو صخره تعادلی که بالای اون قرار گرفته تشکیل میده. در واقع تمام این صخره ها یک راز مشترک دارن و اون هم اینه که در تمام صخره های تعادل یک صخره اصلی وجود داره که صخره متعادل روی اون قرار خواهد گرفت. البته این صخره تا سالهای سال وجود داشت تا اینکه در سال 1975 از بالا به روی زمین افتاد. 2. صخره تعادل در نوا اسکاتیا. یکی دیگه از صخره های معروف دنیا رو صخره تعادلی که در خلیج سنت ماری در جزیره لانگ نوا اسکاتیا قرار گرفته تشکیل میده. با نگاه کردن به اون تصور میکنید که این صخره نیروی جاذبه رو مغلوب کرده، چرا که یک صخره بسیار بلند در لبه صخره دیگه قرار گرفته، اون هم بدون اینکه هیچ تکیه‌گاهی داشته باشه. این صخره 9 متر طول داره و با صخره اصلی هم فاصله زیادی داراست. 3. صخره آیدل در بریمهام مور. در این دنیا صخره های تعادل زیادی وجود دارن که شاید ما تا حالا از اونا اسمی هم نشنیده باشیم یا شاید تعدادی از اونها رو دیده باشیم. یکی از این صخره ها صخره آیدله که به خوبی تونسته در بالای صخره کوچک باقی بمونه. این صخره به مرور زمان بر اثر عوامل طبیعی مثل باد، آب و از این قبیل دچار فرسایش شده. فرسایش ها باعث شکل های مختلف این صخره شدند و همچنین جالبه بدونیم که این شکل ها چیزی شبیه به فیل، کرگدن، قارچ حیوانات و موجودات دیگره. 4. صخره های قارچی در کانزاس. این صخره قارچی شکل در منطقه تپه‌ای دودی در ایالت کانزاس قرار گرفته و به خاطر شکل عجیبی که داره مشهور شده و بسیاری از توریست ها به این منطقه از کانزاس سفر می کنند. در هر صورت این صخره هم مثل صخره های دیگه در اثر فرسایش به این شکل در اومده و باعث شده تا فرمی شبیه قارچ داشته باشه. به همین خاطره که به این صخره صخره قارچی میگن. در این صخره 2 قارچ و 1 صخره بزرگ وجود دارد. 5. صخره های تعادل چیرمبا در زیمبابوه. سفر میکنیم به کشور زیمبابوه تا یکی دیگه از صخره های معروف دنیا که به خوبی تونستن تعادلشون رو حفظ کنن رو با هم ببینیم. صخره های تعادل چیرمبا در 13 کیلومتری جنوب شرقی هراره هستند. اگرچه صخره های تعادل عجیب و غریب زیادی رو میشه در زیمبابوه دید، اما این صخره خاص محبوبیت منحصر به فردی داراست. این محبوبیت به اندازه‌ایه که پشت اسکناس های زیمبابوه عکس اون چاپ شده. در واقع یک هدف خاص پشت این کار وجود داره و اون همین بوده تا اهمیت حفظ محیط زیست رو نشون بده. 6. صخره های تعادل مرمر شیطان در استرالیا. در بین تمام صخره ها و سنگ هایی که در استرالیا وجود دارن، صخره های مرمر شیطان معروف تر هستند. این صخره های بزرگ و قرمز رنگ در واقع از جنس گرانیتن و از نظر سایز و اندازه هم کاملا با هم متفاوتن. در واقع ابعاد اونها از 50 سانتی متر گرفته تا 6 متر رو شامل میشن. بسیاری از اونها طوری قرار گرفته که باور این که بدون کمک تونستن این طور بایستن واقعا سخت خواهد بود. 7. صخره های تعادل دراگ بولتن در نروژ. صخره دراگ بولتن در واقع یک صخره مکعبی 5 ضلعیه که در لبه کوه دراگ در لیسف جردن قرار داره. تصویر این صخره به اندازه‌ای مشهوره که کمتر کسی وجود داره که تا حالا اون رو ندیده باشه.
از صخره‌های معروف دنیاست که بین دو صخره دیگه به طرز عجیبی گیر کرده و گفته میشه که ارتفاع وحشتناک 959 متری از سطح آب داراست. برخلاف ظاهر ترسناکی هم که داره، به راحتی و بدون هیچ لوازم و وسایل خاصی میشه روی اون رفت. در واقع این مکان یکی از پرطرفدارترین مناطق نروژ برای عکاسی است. بسیار خوب دوستان، ممنون که تا آخر این برنامه هم با ما همراه بودید. حتما نظراتتون رو برای ما کامنت کنید. در آخر هم اگر از دیدن این برنامه لذت بردید، حتما اون رو با دوستاتون به اشتراک بگذارید و فراموش نکنید برای دیدن برنامه‌های جدید ما این سفر رو دنبال کنید.